أَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا سال 137 پس از میلاد مسیح برابر با 890 سال پس از تأسیس روم. رومی ها صدها سال است که از شمال ترکیه تا جنوب سوریه را تحت استیلای خود دارند و این منطقه را روم شرقی می نامند. رومی ها خود را متمدن ترین مردم عصر خیش تصور می کنند، اما در حقیقت باید عصر سلطه آنان را از طرفی عصر توسعه معماری، شهرسازی و مدنیت نامید و از طرفی دوران سقوط ارزش‌های انسانی و عصر توحش و بربریت. فیلادلفیا یکی از ایالات روم شرقی است که امروز آن را عمان پایتخت کشور اردن می‌نامند. پیک‌های مخصوص از روم وارد فیلادلفیا شده و خبر بازدید قریب الوقوع امپراتور روم هادریانوس را از ایالات روم شرقی از جمله فیلادلفیا به دیوکلتیانوس فرماندار فیلادلفیا می‌دهند. و این خبر برای رومی ها بسیار مسرت بخش و خوشحال کننده است. دیوکلتیانوس یا به قول مردم بومی منطقه دقیانوس فرماندار مقتدر و قسی‌القلبی است که بویی از ترحم نبرده است. پس از عروج عیسی ابن مریم به آسمان، آیین الهی او به تدریج در حال گسترش است و این برای روم قابل تحمل نیست. رومی ها که پیرو به خدایان اولمپ بوده و الهه های گوناگون را می پرستند نمی توانند شاهد سقوط و اضمحلال آیین بت پرستی باشند و رشد و گسترش یگانه پرستی ها ببینند. از این رو به شدت با پیروان آیین جدید مبارزه کرده آنان را آزار و شکنجه می کنند. ولی با این همه سخت گیری ها تا کنون نتوانستم راه گسترش آیین جدید را مسدود کنم. بنگر پلوتون، برای تو این آخرین طلوع است. شاید خورشید فردا را مشاهده نکنی. امروز رخت سفر خواهی بست. اما سفر به کجا؟ جوار رحمت پروردگارت، یعنی این آسی را رخصت دیدار عنایت خواهد کرد؟ ای مهربان، گیرم که بزرگی کردی و این حقیر را بخشیدی و این بیچاره را به جوار رحمت خیش برکشیدی.
من که خود را می شناسم. با این همه شرمندگی چه کنم؟ تو شب را نخفته ای پلاتون؟ به زودی خواهیم خفت، خوابی بس طولانی، از آن پس بیداری ابدی. پلاتونیوس، به راستی اگر پس از مرگ حیاتی و پس از این همه رنج پاداشی نباشد چی؟ یعنی ممکن است وعده هزاران پیامبر راستگو تحقق نیابد؟ نه نه. پلوتونیو سانکتوس، برخیز، در را باز کن. برخیز. او را کجا میبرید؟ دادگاه. راه بیا. خدا با ماست پلوتونیوس. رحمت پروردگار در انتظار توست. نترس. خاموش. به خدا متکی باش. نترس پلوتونیوس. کجا باش پلوتونیوس. ایمانت را به دنیا نفروشی. پلوتونیوس سانکتوس. ملیت؟ رومی. اهل همین شهر فیلادلفیا. اتهام رو بخوان. پلوتونیوس سانکتوس، اتهامات وارده این که او به جای سجده و تعظیم در برابر مجسمه های خدایان و تندیس مقدس امپراتور هادریانوس، مجسمه امپراتور را شکسته و پس از دستگیری نه تنها توبه نکرده، بلکه خدایان پر افتخار روم و همچنین جوپیتر قادر والا را انکار کرده و به دین گازوران و غلامان، یعنی به دین مسیح در آمده است. درست؟ بله. مجازات تو مرگ است، اما بدترین مرگ ها، یعنی سوختن در آتش. اما میخواهم به تو فرصتی بدهم. شنیدم بزرگ شما فردیست به نام ادونیا. اگر جای او را نشان دهی، در مجازات تخفیف داده خواهد شد. ابله. این دادگاه پلوتونیوس سانکتوس را به جرم شکستن تندیس امپراتور و پرستیدن خدای بیگانه و ایجاد آشوب در بین بندگان امپراتور هادریانوس به مرگ محکوم میکنم. طبق این حکم تو امروز زور در مقابل معبد آپولون در آتش افکنده خواهی شد. ببریدش. زندانبان،
بگیر. بیا. پلوتون چه به روزت آوردن؟ چه شد؟ چه شد پلوتون؟ امروز همچون پروانگان در آتش خواهم سوخت. آتش؟ آری آتش. یعنی سخت‌ترین مجازات؟ سخت‌ترین مجازات برای بدترین گناه، یعنی شکستن تندیس امپراتور. چرا آتش؟ چه فرقی میکند عدنان؟ چرا فرق میکند؟ قبلن زناکاران و خطاکاران و جادوگران را در آتش میسوزندند، اما حالا موحدین را. در نهایت باید رفت. طریقان چه فرق میکند؟ چه آتش، چه صلیب و چه قفس شیرها. به زودی در این خاک مدفون خواهم شد. چه تناسب عجیبی. از خاک زاده شدم، از خاک تغذیه کردم و در خاک مدفون خواهم شد. اما می ترسم. یعنی تو از مردن می ترسی؟ نه، از مردن نه، از دوباره زنده شدن می ترسم. می دانی من حساب کردم، چندین هزار روز زنده بودم. می دانی چند روز زندگی کردم؟ فقط یک سال. از روزی که دنیا را ملاقات کردم زندگی کردم. پیشتر بارها خدا را نافرمانی کردم. پناه بر خدا. با این دست ها، این چشم ها، پاها و اینک در این لحظات آخر، نمیدانم خدا مرا بخشیده است یا نه. نگران نباش بلوتو، تو در این مدت کوتاه جبران کرده ای، جبران کرده ای و اینک نیز با جان خیش جبران میکنی. نمیتوانه، هرگز نمیتوانه. حالا میبینی. خواهی دید. من آلم شمشیر را خوب میدانم. بگیر. چه شد گالوس؟ من کشته شدم. بیا تو رو ببوسم. صبر کن ببینم. مرا میکشی؟ آرامتر بریم ارکمیت را ببر. من پیره من روزی چند بار باید دست تو بمیرم. آرام باشید، میهمان دارم. اطاعت کنم. من میخواهم بازی کنم. ما همه توانمان را باید برای حمایت از بهرومان به کار گیریم. بیشک شما با آن همه حکمت و درایت می توانید نگهبان خوبی برای پیروان و مبارزان آیین جدید باشید. درسانی، شما به عنوان داماد دیوکلتیانوس و همسر بانو هلن با نفوذتان در قصر می توانید نهایت بهره برداری را بنمایید. آلی جنابان، آلی جناب، سربازی از طرف قصر آمده، گویا از جانب دیوکل دقیانوس پیام آورده. بسیار خوب، بگو داخل شود. بیا تو سرباز. هنوز نمیتواند درست تلفظ کند.
دیوکلتیانوس را میگوید دقیانوس. برو جناب. روز بخیر علی جنابان. روز بخیر. جناب دیوکلتیانوس، شما و بزرگان شهر را جهت امر مهمی به قصر فرا خواندند. بسیار خوب. امری نیست قربان؟ بفرمایید. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ به زودی خواهیم فهمید. گالوس، کالسکه مرا حاضر کنید. شما به طرف قصر حرکت کنید. من نیز در اولین فرصت به شما ملحق خواهم شد. سعی کنید متوجه غیبت من نشوید. راه بریم. چه شده؟ باید از اون خبرهای رسیده باشه. نمیدانم چرا کنم. شک کنم الان شهر را به اینجا فرا خواستن. درود بر شما. بچه را نمی آید. میدانم. خیلی دیر کرده. نمیدانم بزرگان یهود را چرا خبر کردن. حتما امر مهمی پیش آمده. درود بر عالی جناب. فکر می‌کنی چه شده؟ روز سپیک از روم رسیده. درود بر مشاوران جناب دیوکلتیانوس. درود بر قاضی کایوس و دیگر بزرگان. به به جناب قاضی. ببخشید جناب جولیوس، من چند لحظه با شما کار دارم. می‌خواستم گزارشی از محاکمات را عرض برسانم. عالی جنابان، عالی جناب دیوکلتیانوس مشغول مذاکره با پیک‌هایی هستند که از روم رسیدند. عالی جنابان باید کمی صبر کنند. بهتر ما به گزارش خود می‌رسیم. تعداد دستگیر شدگان امروز 11 نفر است که 6 نفر آنان مسیحیان و با بقیه هم جرائم گوناگون دارند. از محاکمات چه خبر؟ خبرهای خوبی ندارم. بیشتر مسیحیان مقاومت میکنند. اما کسانی هم هستند که توان مقاومت ندارند و توبه میکنند یا وادار به توبهشان میکنیم. توبه کنندگان همکاری هم میکنند؟ بعضی از آنها، مثلا یکی از معتقدین به تسلیس امروز مخفیگاه ادونیای مبلغ را افشا کرد. او را دستگیر کردید؟ خیر عالی جناب، او تومه بسیار خوبی است. اگر او را تحت نظر بگیریم با پیروانش یک جا میتوانیم دستگیرشان کنیم. بسیار خوب، پس کاملا مراقب باشید تومه نگریزد. من یک نفر را به مراقبت خواهم گمارد. خدا با ما، سلام ما را به مولای ما برسان. خدا با ما، 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 منتظر انتقام خداوند باش. مقابم باش. بالاخره روزی جریبان خدا به ما را بولانه برسیم. خواهد باشیم. خدایان روم را کافر شده است. تندیس امپراتور را شکسته. گستاخ شده است. او را باید سوزان. نره. تونتر قدم بردار. بجنب.
برو کنار، کنار بیست. تو را باید کشت، تو را باید سوزاند. راه را باز کنید. پس چرا این ملحد پست را نمی آورند؟ او آمد، بهتری مجازات برای آنان سوزاندن است. زنده باد قاضی کاییوس. اگر سزای آنها سوزاندن است، پس مجازات شما چیست؟ مثل اینکه یادتان رفته شما هم خدای آنان را می پرستید. یهود جز یهوه خدای قوم خود را نمی پرستد. هر کس خدایانی جز خدایان روم را بپرستد مستحق مرگ است، حتی اگر از فرزندان یهود باشد. تو حق نداری به قوم یهود اهانت کنی. چرا میخوای چه کنی مردک رز؟ ساکت باشید، چه خبر است؟ آرام باشید، کنار بروید، راه را باز کنید، راه را باز کنید، کنار بیستید، کنار بیستید. مردک مدون حرکت کن. کافر سگ کسی، او را باید سوزان. سگ کسی، او مستحق مرگ است. او را باید سوزان. او را باید سوزان. او را باید سوزان. او را باید سوزان. به حکم دادگاه عالی فیلادلفیا و به فرمان عالی جناب دیوکلتیانوس، پلوتونیوس سانکتوس اهل فیلادلفیا به جرم توهین به خدایان و امتناع از تقدیم قربانی به پیشگاه تندیس مقدس امپراتور و شکستن تندیس و نیز به جرم گرویدن به دین دروغین عیسی ناصری محکوم به مرگ می شود. این سزای کسانی است که از دین جدید پیروی کنند و از فرمان روم سرپیچی نمایند. حکم دادگاه که سوختن در آتش می باشد همینک اجرا می شود و جسد او پس از سوزاندن سه شبانه روز در این مکان خواهد بود تا طعمه پرندگان شده و درس عبرتی باشد برای کسانی که خدایان قدرتمند روم و آیین مقدس امپراتوری را رها کرده و به دین فرومایگان گرویدند. شروع کنید.
دست نگه دارید. عالی جناب. پلاتونیو سانکتوس، آیا قبل از مرگ حرفی برای گفتن داری؟ این آخرین مهلتی است که به هر متهم داده می شود. پسر مریم گفت حقیقتی را که در تاریکی از گفتنش هراس دارید، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی را که در خلوت خانه ها مخدید یک روز در پشت بام ها فریاد خواهم کرد. او باید ندیره چرا باتری از سوزانده شود. او خائن است. او را بسوزانی. او باید کشته شود. سلام ما را به مولای من مسیح برسان. عالی جناب دیوکلتیانوس. درود بر عالی جناب. درود. راحت باشید. خوشحالم. خوشحالم که همه شما را در اینجا میبینم. ماکسیمیلیانوس را نمیبینم. جناب ماکسیمیلیان در امور منظم و در شرف حضور بخشناس هند.
بیشک به زودی خواهند آمد عالی جناب. گویا جناب دیوکلتیانوس ما را برای امر مهمی احضار فرمودند. بله همینطور است. فیلادلفیا به زودی شاهد فرارسیدن بزرگترین روز تاریخ خود خواهد بود. روزی که شاید در تاریخ فیلادلفیا هیچگاه تکرار نشود. امروز را باید به بحث و گفتگو پیرامون امری مهم صرف کنید. پیک مخصوص خبر آورده است که به زودی مناطق شرقی سرزمین‌های امپراتوری عظیم روم به قدوم خدایگان امپراتور هادریانوس مزین خواهد شد. سپاس بر جوپیتر قادر والا. سپاس که چنین افتخار بزرگی نصیب ما شده است. و ایشان احتمالاً در مسیر سفرشان به اورشلیم در فیلادلفیا نیز توقفی کوتاه خواهند داشت. چه افتخار بزرگی. درود بر خدایان و بر خدایگان. درود بر خدای روم که فیلادلفیا را به قدوم خود مزین کرد. فرمودید احتمالاً خواهند آمد؟ یعنی اطمینان ندارید؟ احتمالاً از این جهت که ممکن است مسیرشان را تغییر دهند، ولی فعلاً تصمیم این است و ما باید آماده باشیم. پناه بر جوپیتر قادر والا. چه سعادتی دیدار با امپراتور. نه دیدار با خدای ملت روم، بلکه خدای نیمی از جهان. این افتخار نصیب هر انسانی نمی شود. من شنیدم جناب دیوکلتیانوس با خدایگان امپراتور همرزم بودند. بله در زمان امپراتوری تراجان جناب هادریانوس فرماندهی لشکر عظیم روم را به عهده داشتند و من هم یکی از افسران ارشد ایشان بودم. آیا این درست است که شما جان عالی جناب هادریانوس را نجات دادید؟ میبخشید عالی جناب. من آنگونه که شنیدم صحنه بسیار عجیبی بوده است. در جنگ با ایرانیان به ناگاه دشمن هجوم آورده و بسیاری از رومی ها را وادار به عقب نشینی میکنند و جناب هادریانوس در محاصره قرار میگیرند. لحظه ای درنگ به قیمت جان ایشان تمام می شده است. لذا جناب دیوکلتیانوس که وضع را بسیار خطرناک می بینند، درنگ را جایز ندانسته، بار را به حلقه محاصره را شکسته و ایشان را نجات می دهند. پس بدین ترتیب خدایگان امپراتور جان خود را مدیون جناب دیوکلتیانوس هستند. یعنی خدای مردم جان خود را مدیون بندگان خیش است. این سخن از مشاور بلند پایه‌ای چون شما شایسته نیست؟ این سخن عجیب نیست. خدایان را تنها خدایان می توانند نجات دهند. البته می دانید که بندگان بازوی خدایانند و گاه از آنان برای نجات یکدیگر استفاده می کنند. البته ناگفته نماند که نجات جناب هادریانوس به دست جناب دیوکلتیانوس زمانی رخ داده که هنوز جناب هادریانوس به مقام خدایی ارتقا نیافته بودند. بنال های اسبم نگاه میکنی آهنگر؟
حتما خواهم. آن خانه محقق جرابه گران قیمتی داره. سانکتوس را میگویی؟ نه، ظاهرم مهمان داره. پس نام او سانکتوس؟ آره، پلوتونیوس سانکتوس. پس صاحب خانه پلوتونیوس سانکتوس هست. کجا؟ پس نل از بچه شد اوستا؟ اوستا رفت. مگر نل نمیخواستی؟ مگر بیماری؟ اگر اجازه دهید، عقیدم را در خصوص سفر امپراتور بگویم. بگو. قطعاً دیدار امپراتور از اورشلیم یک دیدار ساده نیست. شاید به خاطر مقاومت بنی اسرائیل در امر ساخته شدن معبد جوپیتر، این سفر زهر چشمی از پرستندگان و شیفتگان یهوه نیز باشد. بله، دقیقاً همینطور است. چه احمقند این فرزندان اسرائیل که گمان می کنند در برابر قدرت امپراتوری عظیم روم و خدایان اولمپ و عظمت مریخ می توان قد علم کرد. اگر از همان اول گذاشته بودند که معبد جوپیتر ساخته شود و مجسمه امپراتور در معبد اورشلیم نصب گردد، این همه کشته نمی دادند. همان کاری که باید در ابتدا بدون خونریزی انجام می شد. به خاطر مقاومت مذبوحانی بنی اسرائیل پس از 3 سال منتها با دادن کشته های بسیار انجام شد. از آنها ابلهتر این مسیحیانند. نمی دانم اینها از خدای نادیده چه دیدند که او را به خدایان قدرتمند روم ترجیح داده و جان فدایش میکنند. خدایی را که انسان نمیداند چه شکلی است، نمیداند مرد است یا زن و نمیتواند برای او مجسمه‌ای بسازد، چگونه میتواند او را ستایش کند؟ اگر او خدای قدرتمندی بود، پرستندگانش این همه ضعیف و ذلیل نبودند. خودتان را ناراحت نکنید عالی جناب. دیوانگی آدم‌ها را حد و حصری نیست. حتی از پیامبر خودش هم نتوانست دفاع کند. مشتی یهودی او را به صلیب کشیدند. شکوه و جلال آپولون پسر قدرتمند جوپیتر قادر والا را بنگرید. ضعف و زبونی پسر خدای اینان را. میگویند در اصل دینشان عیسی پسر خدا نبوده بلکه پیامبر او بوده. یکی از مبلغین مسیحی بعد از مصلوب شدن عیسی این قضیه پدری و پسری را برای جذب بیشتر رومیان به این دین به راه انداخت. شاید از رومیان آموختند که پسری برای خدایشان بیافرینند. میبخشید عالی جناب، جلسه امروز برای بحث پیرامون عقاید مسیحیان است یا جناب دیوکلتیانوس جهت موضوع مهمتری ما را به اینجا خواندند؟ آفرین، مطلب ما خیلی مهمتر از این حرف است. قطعا ورود امپراتور تمهیدات زیادی را میطلبد که مورد بحث امروز باید قرار بگیرد. ورود امپراتور به فیلادلفیا باید یک حماسه باشد. شما بروتوس عزیز. بله عالی جناب. تمام معابد را باید مرمت کنید. تندیسی از آگوست را در معابد نصب کنید.
معبد آپولون، پلوتون، سیبل، مریخ، دیانا و حتی میترا و هر آنچه که نامش معبد است و خدایی که در آن پرستش می شود، چه رومی و چه غیر رومی. و اما شهردار عزیز جناب سودینانوس، می خواهم مجسمه جدیدی از یانوس خدای دروازه ها بر دروازه شهر نصب شود. خوب؟ حتما خواهم. و اما مارتینوس، رئیس اداره مالیات، با توجه به سابقه دوستی بین من و امپراتور، باید هدیه‌ای در خور شأن ایشان تهیه کنیم. چگونه؟ از امروز مالیات ها را دو برابر کنید. چگونه عالی جناب؟ همین مقدارم به زور جمع می کنیم. جناب مارتینوس عزیز، نه اینجا روم است و نه اینها که ما را بر آنان گماردند انسان. اینها مشتی حیوانند که اگر شیرشان را ندوشی نصیب گوساله ها خواهد شد. پس بدوشیدشان. و اما دیناسیوس عزیز، آمفی‌تئاتر میخواهم مناسب حضور امپراتور. گلادیاتورهای زیادی را جمع آوری کنید، شیرها و خرسهای وحشی و درنده و همینطور تعداد زیادی مسیحی. مسیحی برای چه حالی جناب؟ میدانم که خشونت با روحیه طبیبان سازگار نیست. تعجب میکنم شما که این همه کندزه نبودید جناب تلمیخا. خب از شما میپرسم، خرسها و شیرهای وحشی باید با چه وسیله امپراتور را سرگرم کنند؟ خب معلوم است، زمین فیلادلفیا باید از خون سیراب شود، از خون مسیحی. همین حالا به نزد آدونیا برو و بگو حتما جایش را تغییر دهد. ممکن است پلوتون در زیر شکنجه سخن گفته باشد. یعنی پلوتون؟ عالی جناب، اگر سخن گفته بود آدونیا تا به حال باید دستگیر می شود. از کجا که به عمد آزادش نگذاشتند تا به عنوان طعمه از او استفاده کنند و او را با همه پیروانش یک جا دستگیر کنند؟ پس این احتیاط لازم است آلی جناب؟ ببین گالوس، اگر قرار باشد تو با شیری تنها در یک قفس زندگی کنی، باید بیش از آنچه که عقل به تو میگوید احتیاط کنی. مواظب خودت باش، ممکن است آدونیا تحت نظر باشد. اطاعت آلی جناب. شموم یا مبازه به این اسب باش تا من برگردم. باشه. با جناب ماتیوس کار دارم، امر بسیار مهمی است. همینجا بمان. سلام عرض کردم قربان، جان نثارم قربان. چه خبر از رئیل؟ به نظر شادمان میای. او را تعقیب کردم. ابتدا در مراسم آتش سوزیان مسیحی شرکت کرد، سپس به منزل پدر آن جوان مسیحی. در حیات منتظر باش. دست بوسم آلی جناب. حتما آلی جناب. روم، آتن، انتاکیه، کرت، قبرس، فلسطین، سوریه و البته فیلادلفیا، همه جا را خداپرستان پر کردند. هرچه آنان را میکشیم، شکنجه میکنیم، به دریا میریزیم و یا جلوی شیرهای وحشی میاندازیم، باز هم تمام نمیشوند.
آنها حتی به قصرهای ما هم نفوذ کردند. معلوم نیست دین گازران از کجا به قصر تاریخ نکرده است. جناب جولیوس، تو یا نمی فهمی یا خود را به نفهمی می زنی. مگر امپراتور دمیسیان پسر عمویش فلاویوس کلمانس و همسر او فلاویا دمیسیا را به جرم مسیحی بودن گردن نزد؟ نکند آنها هم گازور بودند؟ با این حساب آیا عاقلانه نیست که ما هم مراقب دربار خیش باشیم؟ منظورت چیست؟ خب من منظور خاصی نداشتم، فقط جهت احتیاط گفتم. ولی من به درباریان خودم اعتماد دارم، اما با حرف تو هم موافقم، باید مراقب بود. عالی جناب ماکسیمیلیانوس. پس بالاخره مشاور عالی ما تشریف آوردند. در خدمت گذاری آماده ام قربان. درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. از اینکه دیر کردم پوزش می طلبم. امید که مرا عفو کنید. جناب ماکسیمیلیان تا به حال کجا بودند؟ پوشیده داشتن حقیقت از جناب فرماندار ممکن نیست. من امروز به دیدار یک... نه، بگذار خودم حدس بزنم. حتما رفته بودی برای دیدن مراسم آدمسوزی امروز. آری، سوزاندن مردی که به جای کرنش در برابر تمثال امپراتور آن را سرنگون کرده و به دیگر خدایان نیز اهانت کرده بود. حتما درست نیست؟ درست حدس زدید آری جناب. حتما شاهد صحنه‌ای بسیار هیجان انگیز بوده ای. دیدن توده ای از آتش که سر به آسمان کشیده و شنیدن ناله و زجه مجرمی که آتش گرفته و فریاد می کشد واقعا دیدنی است. دیدن این صحنه ها انسان را به وجد می آورد و دشمنان را به وحشت می اندازد. ولی جناب ماکسیمیلیانوس، ما هر روز از این صحنه ها می بینیم. آیا صحیح است که به خاطر آن مراسم در این جلسه به این مهمی حاضر نشوید؟ علت تأخیر فقط دیدن آن مراسم نبود. بنده به ملاقات یک خانواده رومی هم رفته بودم. بیمار بودند؟ خیر، محتاج بودند. از آنها دلجویی کرده و نیازشان برآوردم. براستی تو گمان میکنی که با محبت و دلجویی میتوان بر این مردم حکومت کرد؟ منظور جناب دیوکلتیانوس را میفهمم. حکومت با شمشیر، ولی به نظر من شمشیر کافی نیست. جناب ماکسیمیلیانوس، ما هر روز شاهد بروز آیین جدید در بین مردم هستیم. چگونه میتوانیم بدون شمشیر این آیین ها را سرکوب کنیم؟ آیین ها در همه جای دنیا همیشه بروز کرده و زمامداران گوناگون با آن برخورد های گوناگون کردند. گاه سیاستمداران با درایت از طریق محبت به مراد رسیدند و گاه با شمشیر. ولی من معتقدم محبت معجزه ای می کند که شمشیر نمی کند. تو اشتباه می کنی ماکسیمیلیانوس. حکومت تنها در سایه شمشیر ممکن است. از محبت کاری ساخته نیست. محبت تنها قدری از تلخی زهر شمشیر را میکاهد. همین. آلی جناب، بهتر نیست برویم سر اصل مطلب؟ میبخشید آلی جناب، میتوانم سوالی از جناب ماکسیمیلیان داشته باشم؟ بپرس. این خانواده ای که به دیدنش رفتید متعلق به پلوتونیوس مجرم نیست؟ که امروز به جرم پیروی از مسیح سوزانده شد؟ هم.
یک رومی نیازمند باید یاری شود و یک رومی خطاکار مجازات. تعجب میکنم تو برای دلجویی از خانواده یک مسیحی مجرم رفته بودی. بله عالی جناب، این مورد صحیح است، ولی به نظر عالی جناب به خاطر خطای یک نفر باید خانواداش نیز مجازات شوند؟ خوب حواست را جمع کن جناب ماکسیمیلیان، تو مرا خوب میشناسی و میدانی که برای جان انسانها حتی به قدر حشره هم ارزش قائل نیستم. تو شوهر دخترم هستی، اما از چشمانم عزیزتر نیستی. اگر نمیدانی از دخترم بپرسون، شاهد بود که چگونه چشم خیانتکارم را از حدقه درآوردم و به دور انداختم. پس مراقب کارهایت باش، کافیست که ذره‌ای به کسی شک کنم. همین. دیگر سوالی ندارید؟ نه، فقط توصیه‌ای دارم. من اگر جای شما بودم بیشتر به بانو هلن و سرنوشتش میاندیشیدم. نمیفهمم، این چه ربطی به شما دارد؟ شما با این رفتاری که میکنید او را به خطر میاندازید. باید بیشتر مراقب رفتارتون باشید. شما هم مواظب دهانتان باشید، چون حرفهای بزرگتر از خود بیرون میدهد، ممکن است خرد شود. یعنی ممکن است جناب ماکسیمیلیان هم یک موحد باشد؟ به سادگی نمیتوان پذیرفت. باید منتظر حوادث آینده بود. جناب ماکسیمیلیان؟ ها؟ شنیدیم که قاضی به جولیوس میگفت یک نفر زیر شکنجه محل اختفای آدونیا را افشا کرده است. حدس می‌زدم. نگران نباشید، گالوس به دنبال آدونیا رفته. برویم. جولیوس از کجا فهمید شما کجا رفته بودید؟ بیشک کسی را به مراقبت من مأمور کرده است. فکر می‌کنید او چقدر می‌داند؟ بدون تردید او می‌داند که من و همسرم بت نمی‌پرستیم، اما نمیدانم از رابطه ما با موحدان هم چیزی میداند یا نه. اگر به تو مظنون شده، خب چرا به ما نباشد؟ گمان نمی کنم. مشکل او با جناب ماکسیمیلیان است، نه با ما. متاسفم که این را میگویم. او از ابتدا به بانو هلن چشم داشته. آری، این را هم من میدانم، هم هلن و هم دیوکلتیانوس. اما همه هم میدانند که هلن پاکتر از آن بود که بتواند با چنین موجودی ازدواج کند. باید از او برحذر بود. او به امپراتور نزدیک است. با کینه‌ای که از شما دارد، اگر دندانش در شما گیر کند، تا استخوان فرو خواهد برد. نگران نباشید. او مدرکی علیه ما ندارد و به یاری خدا از این پس نیز نخواهد داشت. میدانید؟ من انتظار برخوردی شدیدتر از جناب دیوکلتیانوس را داشتم. او تا مجبور نشود این کار را نخواهد کرد. خوب می داند که دوام حکومتش در فیلادلفیا بستگی به حمایت پدران من و شما دارد، و برای همین منظور ما را به عنوان مشاور از امپراتور درخواست کرد. جناب فرماندار، اجازه می فرمایید پایه‌های حکومت شما را تصمیم گیری های مناسب و یا نامناسب می تواند تثبیت یا متزلزل کند. ماکسیمیلیان بجز اینکه داماد شماست،
فرزند سناتور مارسلوس، سناتور بلند پایه سنای روم نیز هست. در واقع از نزدیکترین یاران امپراتور است. تصمیم گیری در مورد او بسیار مشکل است. بله، می فهمم. ولی خودسری های او ممکن است دیگران را گستاختر کند. اگر از جانب او احساس خطر کنم لحظه مجالش نخواهم داد. فعلا لازمش دارم.